سلام سلام سلام، امروز 10 فوریه برابر با 21 بهمن و ما باز دوباره در خدمتتون هستیم. من مهدی رضوی برنامه دیگه‌ای رو از سری برنامه‌های 100 سال تنهایی که تکرارش هم 8 صبح روز شنبه است، یعنی فردا، در خدمتتون هستم. مسئله چون خیلی زیاد داریم، من بدون اول پرسی و نمیدونم این تعارفات اولیه سریع میرم سراغ اولین بحث. اولین بحث ما طبق معمول بحثی است راجع به معاملات مسکن و املاک. یک آماری رو من تهیه کردم، مربوط میشه به ژانویه که مقایسه کرده با ژانویه 2011، یعنی سال گذشته. اگر اتاق فرمان آماده باشه این آمار رو با هم میاریم رو تصویر. بله، برز انورتون، همونطوری که در 2-3 جلسه قبل خدمتون گفتم، ما 3 تا شاخص داریم که این 3 تا شاخص میتونه در تصمیم گیری ما تأثیر داشته باشه برای اینکه بخوایم بخریم یا بفروشیم. اولین شاخص تعداد معامله‌ایه که در انجام شده. در ژانویه 2012، یعنی ماه گذشته، تعداد معامله 4567 معامله بوده که رشدی 8.8% نسبت به ماه مشابهش، یعنی ژانویه 2011، با تعداد 4199 تا. دومین شاخص ما میانگین قیمت، اونی که در MLS هست البته، یعنی همه این بحثایی که من دارم الان میکنم خدمتون بحثایی است که این آمار از تو MLS میاد بیرون. میانگین قیمت در ژانویه 2012 با مبلغ حدود 463 هزار دلار، رشدی حدود 9% نسبت به ژانویه 2011 با رقم 428 هزار دلار داشته. سومین میانگین ما میانگین روز ماندگاری ملک در بازاره، بدین معنی که از روزی که ملک در حقیقت وارد سیستم میشه تا روزی که به عقد قرارداد منجر بشه، این در ژانویه امسال، در ژانویه 2012، 32 روز بوده که یک سرعت 10% سرعت بیشتر 10% نسبت به ماه مشابهش در سال 2011 با 36 روز داشته. یعنی امسال بوده 32 روزه فروش رفته خونه، سال قبل 36 روزه. حالا من استدعا میکنم که برگردیم داخل استودیو. عرضم به حضورتون، جالبه که بدونیم نیولیستینگ ما یا املاکی که برای اولین بار دارن وارد MLS میشن و معرفی میشن، این هم در ژانویه امسال یک رشد 8.8% هم این نیولیستینگ داشته. از طرف دیگه ما یه شاخص دیگه هم داریم و اون از تقسیم در حقیقت تب اکتیو لیستینگ یا املاک فعال در MLS، از تقسیم این عدد به تعداد فروش به دست میاد. یه عددی به ما میده که این عدد یه پالسایی، یک پیغامایی رو برای ما داره و خیلی قابل تحلیلی. یعنی اگر این عدد بالا پایین بشه، حرف و حدیث بسیار راجبش میشه زد و اون رو هم باید بهش توجه داشت. ببینید، ما مسکن یکی از مهمترین معامله های زندگیمونه، حداقل برای اکثر افرادی که در حقیقت دنبال مسکن هستند و خرید مسکن. باید ما چشامون رو خیلی باز بکنیم، با چراغ باز وارد مارکت بشیم و حواسمون رو خلاصه جمع بکنیم. من در خدمتتون هستم در طول هفته، اگر یه وقت اوامری باشه، سوالی باشه، بدون اینکه هیچ گونه تعهدی برای شما ایجاد بکنه، فقط من حس این که علاقمند هستم به کمکی بتونم بکنم. ببینید، ما الان داریم یه برنامه فرهنگی اجتماعی اجرا میکنیم، اصلا راه و روش ما بگونه است که من خیلی علاقمندم که در این رهگذر بتونم مشورتی بدم، کمکی بکنم. هیچ هزینه‌ای و تعهدی برای شما نداره، جز اینکه ممکنه که منجر به این بشه ما یه چایی یا کافی در خدمتتون باشیم و بیشتر بحث بکنیم و بحث مارکت رو بیشتر بهش کافیم و تحلیل بکنیم. حالا بحث مسکن رو رها می‌کنیم و میریم سراغ همون تم اصلی برنامه.
در دو هفته که در خدمتون نبودیم چند رویداد فرهنگی و اجتماعی رو پشت سر گذاشتیم که من تونتون خدمتتون میگم به لحاظ اینکه عرض کردم بحث و مسئله زیاده، نمیخوایم که حاشیه بریم. اولین و مهمترینش به اعتقاد من دریافت جایزه بود توسط سیمین بانوی سینمای ایران فاطمه معتمدآریا که از فستیوال هانری لانگلووای فرانسه به پاس سالها فعالیت سینمایی، نقش‌آفرینی و تلاش برای ارتقاء حرفه سینما و حفظ ارزش‌های فرهنگی حرفه بازیگری این جایزه رو ایشون دریافت کرد. این هنرمند برجسته کشورمون در این مراسم طی سخنان کوتاهی هم به زبان فارسی و هم به زبان فرانسه از صلح و دوستی ایرانیان گفت و از مهر و محبت صحبت کرد. از اینجا من درود می‌فرستم به فاطمه عزیز، فاطمه معتمدآریای عزیز. دومین مطلبی که پیش اومد، همونطور که می‌دونیم مدت‌ها بود، دو سه ماهی است که بحث بر سر انحلال یا بسته شدن خانه سینماست. خانه سینما بسته شدنش با اعتراض بسیاری از هنرمندا و سینماگرای کشورمون، بزرگان سینمامون مواجه شد و اخیراً مشخص شد که یک سازمانی رو درست کردن به نام سازمان سینمایی کشور که این باعث میشه که یا باعث شد که معاونت سینمایی وزارت ارشاد اسلامی به طور کلی حذف بشه و در این رهگذر آقای جواد شمقدری که معاونت سینمایی وزارت ارشاد داشتن به سرپرستی یا ریاست این سازمان هم منتسب شدن و در این ارتباط 2000 نفر از سینماگرای داخل کشور طی صدور اطلاعیه‌ای باز به بسته شدن سینما، استمرار بسته بودن خانه سینما معترضن و همچنان خواهان باز شدن خانه سینما هستن. آقای جواد چمقدری اخیراً بعد از اینکه به ریاست این سازمان منصوب شدند از سینماگر رو عذرخواهی کردن بابت بسته شدن خانه سینما و گفتن چاره ای نبوده و ما ناگزیر بودیم. سومین مطلب، روزنامه روزگار توقیف شد برای فعلا مدت 1 ماه تا بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی که در 12 اسفند قرار برگزار بشه. همچنین ماهنامه دو ماهنامه آیین گفتگو که صاحب امتیازش آقای محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین کشورمون بود، اون رو هم انتشارش متوقف شد. مسئله بعدی تولد یکی از زنده یادان سینماست، محمد علی فردین، معروف به سلطان قلب‌ها. محمد علی فردین 15 بهمن 1309 در تهران متولد شد و در 18 فروردین 1379 در همین تهران پایتخت درگذشت. محمد علی فردین بازیگری بسیار خوشنام بود، بسیار مردمی بود و میتونیم اینجا اذعان بکنیم که شاید وجود فردین و فیلمایی که فردین بازی کرد رونق بسیاری رو در نیمه اول دهه 40 به گیشه سینماهای ایران داد و واقعا نقش بسیار موثری در جا افتادن سینما در اذهان عمومی بازی کرد. اولین فیلمش دو قلوها بود که به کارگردانی آقای شاپور یاسمی انجام شد و که با ناصر ملک مطیعی دو برادر دو قلو بودن. فردین حالا ضمن اینکه هنرمند سینما بود از کشتیگیران به نام دهه 50 میلادی بود، بدین ترتیب که در قهرمانی کشتی جهان در 1954 مدال نقره گرفت. یادش واقعا گرامی بود. بحث بعدی بحث خانم عزیز هیلا صدیقی است، شاعر جوان و شجاع کشورمون
که به تازگی نمایشگاهی از آثار هنری خود در قالب بوم‌های نقاشی رو اندازی کرد و بسیار مورد استقبال همه اقشار هنرمندان سینما قرار گرفت، از جمله آقای جعفر پناهی که ممنوع الکار هستش و این سینماگر بزرگ واقعا جاش فعلا خالیه، کار نمیکنه و اجازه نداره. ایشون اومد از نمایشگاه بازدید کرد و همچنین در همین ارتباط خواننده جوان کشورمون آقای آریا آرامنژاد که ایشون هم فعلا مشکلاتی دارند و در بند هستند، دست گل زیبایی رو از زندان در شمال کشور در زندان هستند، دست گل زیبایی رو در روز افتتاحیه برای این عزیز هیلا صدیقی ارسال کرد. من از همینجا درود میفرستم به هیلا صدیقی عزیز، جعفر پناهی ارزشمند و آریا آرامنژاد مهربون که انشالله که همشون تندرست باشن و اگر گیری گرفتاری دارن هر چی زودتر برطرف بشه. یک کلیپی از ترانه های آریا آرامنژاد من تهیه کردم، این ترانه اسمش هست یه روز خوب که شعر آهنگش هم از خود آریاست. با هم میریم این برنامه رو میبینیم و خیلی کوتاهه و برمیگردیم ادامه میدیم. لبام قفل سکوت و تو گلوم یه انفجاره، کسی از حال دل من این روزا خبر نداره، زیر پرده های سانسور توی این شهر قفس بر، من هنوز معتقدم که روبرو فصل بهاره، زندون ستمگر پشت این درای بستم، زیر رگ بار شکنجه، زیر توهین، زیر تحقیر، دل به فضاهای روشن